با دنیا چشم باز میکنیم، اولین صدایی که میشنویم، اولین آهنگی که بر گوش ما میرسد و اولین سرودی که گوش ما رو نوازش میبخشد، این صدای گوشنواز الله مادر است. واقعا مادر همون فرشته بزرگ ملکوتی هست که با بودنش دنیای ما رو روشن میکند و با یک دست گهواره با دست دیگر دنیا رو تکان میبخشد. و این زمان ما در دهه هوشیاری ناحیه ورزوب در خانواده یکی از مادران خوشبخت، انیخترش مادر قهرمان جهان خواجه‌زاده بهروز قرار داریم که برنامه ما ایدانه است و بخشیده شده است به روز مادران. خاک گلزار می شود، اندر کف مادر شود، قطره گوهر می شود، اندر کف مادر شود، از صفایش قلب ها را می رسد نبض حیات، دل توانگر می شود، اندر کف مادر شود، می تراود از کلامش نکهت گلباغ عمر، گل معطر می شود، اندر کف مادر شود، قطره شیرش سراب چشمه هستی ماست، زندگی سر می شود، اندر کف مادر شود. دوستان گرامی، طوری که ما بالاتر قید کردیم، ما در خانواده یکی از مادران خوشبخت یعنی مادر خواجه‌زاده بهروز قرار داریم و ما امروز در برنامه ایدونه همون خواستیم نخست شده با همین مادر صحبت کنیم و ما میخواستیم در اول فهمیم که همچون یک مادر خوشبخت پیش از همه سربلندی شما در همین دوران صاحب استقلالی از چی است؟ یعنی شما بیشتر از چی میبولید؟ خودم را بهترین مادر خوشبخت حساب میکنم که در این دوران صاحب استقلال پسر من خواجه‌زاده بهروز در چمپیونات جهان اشتراک کرده جای اول را گرفت. قبل از سفر بهروز به چمپیونات جهان شما با او چی میگفتید و چی آرزو داشتید؟ چی از او انتظار بودید و باوری داشتید که او قهرمان میشود؟ پیش از سفر به چمپیونات ما آرزو داشتیم که وی مدال طلا را به تاجیکستان بیارد. و وقتی اولین بار شنیدید که او واقعا هم صاحب مدال طلا شد، چی لحظه، همون لحظه چی احساس داشتید در دل؟ من خودم را خوشبخت حس کردم، برای آنکه پسر من توانست که مدال طلای جهان را به دست بیارد و این هم بعد 42 سال قهرمانی جهان پهلوان سعید مومن رحیموف با دست آمد. روز خداوند فرشته را به زمین فرستاد که بال نداشت. فرشتگان دیگر گفتند فرشته که بال نداشته باشد فرشته نیست. خداوند گفت با پایین و با آن مادر و کودک نگاه کنید. فرشتگان با حسرت و شرمندگی سر به زیر افکندند. وقتی نگاهش به دستان خسته مادر و چشمان مهربانش می افتد، می فهمد که این فرشته زمینی تنها فرشته است که نیاز به بال ندارد. بیشتر شما از کدام اصول ها تعلیم می دادید به روز و او چی می خواست بیشتر؟ و شما همچون مادر در تربیه او تا کجا سهم گرفتید؟ همه مادر می خواهد که فرزندش نمونه کلان شود، آداب درست داشته باشد. بهروز در خردسالی، از خردسالی کودکی دانا بود، در درس ها فعالانه اشتراک می کرد. دوام می دادیم وقتی که به مسابقه سفر برکرده می شد، احتیاط کنم گفتیم. این روز برنامه ما با اون خاطر تعیین می شود که ما از شما
بر این مادران قهرمان پرور افتخار داریم و با او خاطر شما قهرمان انتخاب کردیم که شما در جمعه امروز یک فرزندانی را به دنیا آوردید، تعلیم دادید، تربیت دادید و بالای رساندید که نمونه دیگران هستند. و با دیگر مادران، با دیگر فرزندان چی گفته میتونید امروز؟ من به مادر تمام تاجیکستان گفتنیم که فرزندشان را برای راست هدایت نمایم. ما که امروز در عرفه عید مادران قرار داریم و تمنیات شما و کل به عنوان تاجیکستان و کل مادران تاجیک چگونه است؟ همچون یک مادر قهرمان در عرفه عید مادران تمام مادران تاجیکستان را برای عیدشان تبریک میکنم و خواهان آنم که فرزندهایشان را قهرمان ببینم. من همچون مادر از آن افتخار میکنم که فرزند من نه اینکه نامبردار خانواده بلکه نامبردار تاجیکستان هم میباشم و ما از آن افتخار میکنیم. من همچون مادر افتخار از آن میکنم که در چنین دولتی صاحب استقلال زندگی کرده استادم و تمنای ما مادران تنصیحتی و سربلندی فرزندانمون است. واقعا امروز خوشبختی مادر بیروز رو از اقبال بلند جگربندش حد و کنار نیست و ما همیشه میگیم که مادران تنصیحت خوشبخت باشند و ادامه برنامه با صحبت دیگر مادران منظوری شما میگردد. اگر زن نیست بی زن چون توان زیست؟ اگر زن نیست عشق و عاشقی نیست؟ اگر زن نیست نبود آرزوی؟ اگر زن نیست نبود رنگ و بوی؟ اگر زن نیست دنیا هست تیره؟ اگر زن نیست خورشید است خیره؟ اگر زن نیست در خانه کسی نیست؟ اگر زن نیست با ما گپ رسی نیست؟ اگر زن نیست آتش مرده باشد؟ اگر زن نیست گل پژ مرده باشد؟ اگر زن نیست نیروی وطن نیست؟ اگر زن نیست پس آمد شدن نیست؟ و ما باید بگویم که در شهر حصار در خانواده یکی از مادران خوشبخت مادر خورشید طالبوف شرکت داریم و امروز این مادر یعنی خاله پریماه برای ما سری همین سفره هم صحبت می آورایم و هم یک نمودی خوراک ملی یعنی آش توپا یا آش بریده را آماده می کنم. خوب تشکر که صحبت ما رو پذیرفتید و در این روز جشن بزرگ مادران با ما صحبت میکنید. و از چی شروع میکنیم؟ اول از کار شروع میکنیم بعد به صحبت میگذاریم. یعنی ما از دوشنبه به سراغ شما وقتی که میومدیم با خورشید طالبوف هم صحبت شدیم گفتن که مادر من همیشه برای من همین گونه خوراک رو آماده میکنند. خورشید طالبوف دوست میدارم این نمودی خوراک؟ البته دوست میدارم. کدام وقت تو فرمایش میدین که برای همین گونه خوراکای ملی آماده کنند؟ چون ورزشکار کی است اصلا خوراکای اروپایی استعمال میکنند. کدام وقتی که دلش میکشه معقول شه ما میکنیم اش توپا اش بریده. باز کدام نمودی خوراکای ملی؟ خورشید جان همه نمودی خوراکای ملی را دوست میدارم. همشه خروتاب و شکراب خیلی بچه های ناز میکرد نیستم چیزی که باشه خوبدن میگره. این از کودکی ارکه نبود؟ نه خب اون میانی چند فرزند در اویلا بزرگ شد؟ میانی ششتا شش فرزند یعنی اگر کمی با کودکی خوش طالب با فرزند ورزشگر شما نظر کنیم و از اون زمان قصه کنیم او چگونه کودک بود؟ در کودکی بیشتر به چی توجه داشت؟ هرچند که ارکه خونه نبود اما بیشتر به چی توجه داشت؟ به ورزش تکواندو میرفت، ورزش در گوشتین میرفت، گوشتین ملی میرفت، تکواندو میرفت، یکم بار تکواندو رفتگی های بعد با گوشتین رفتگی های همین چی نمودی ورزش هست همش دا اوبوزی همش دا اشتراک کرگه. اون بچه سرکش و مغرور گمانم که نه چقدر بچه خوبه. این بچه
دلسوزکای بچه‌ی مهربونه و بچه‌ی مهربونه خیلی اویلای مودا خیلی یگون همی اویلاها کو همی فرزند و ده همو اویلا چه خیلی که تربیه میوان پدر مادر خیلی اگر خیلی حقورت کنه خیلی باشه هم خیلی تربیه نه که اویلای مودا هم خیلی آدموی زیویی یعنی تعلیم و تربیه فرزند از پدر و مادر از والدین در محیط خانواده وابستگی کلان دارد او البته تاثیر پدر و مادر به فرزند میگذارد من او می کدوم اویلای ده کیم خیلی جنگ جنجال باشه حقارت گپ یانده باشه فرزندت هم خیلی تربیه میوه نه کی فرزندای ما همش بچهای فرزندای خوبن گپ یانده ایدن شونه میبروی من میگم که از میون فرزندای شما بیشتر با ورزش خوشید مراقب داشت او خوشید ای گودکیش میخوست که هم خیلی ورزشگر شد وقتی خوشید طولیبوف با ورزش بیشتر مراقب پیدا کرد و علاقه در مسابقه خوش طور میکرد اولین دستوورد اولین پیروزی فرزندتون رو به خاطر دارید و اون لحظه چه خاطر دارید از اون لحظه؟ یکم بار رفت وای برای همه سلامتی خودش و برای وی خودش و ورزش مشق میکرد برای خودش فقط ورزش ده میرفت یکم بر شهری ریگرده شهری تورسون زوده ده رفتک ما هیچی باوری نداشتیم که بچه من خیلی یکم جورا میگیره بعد فهمیدیم یکم جورا گرفته چمپیونی جمهوری تاجیکستان از بودی بیلدینگ بزمانم بودی بیلدینگ دهو با خرسان چیدیم دوستان گرامی این ادامه برنامه مادر خارم و پرور است ما سر سفره مادر خوشبخت یعنی خاله پریمو یعنی مادر خوش طالیبوف نشسته صحبت میکنیم و ما از پیروزی و از افتخار و سربلندی همین مادر قصه خواهیم کرد و باید بگیم که خورشید طالیبوف قهرمان آسیو آید با بودی بیلدینگ یعنی بدنسازی است و ما از شما پرسیدنی هستیم که وقتی خورشید طالیبوف فرزند شما قهرمان آسیو شد در همین رشته ورزش همه لحظه برای شما چگونه روز بود و کی همین خوشخبر رو نخست برای شما رساند؟ در اون روز در حیات ما ایام خوشبخترین همون روز بود خوشبخترین مادر بودم که فرزندی من خورشید جان جو یکم گرفت مادرم خیلی گفتن که خورشید جان جو یکم گرفته ما ای خرسندی گریه کنم با گم میزن ما گریه ای خرسندی ما باوری نداشتم که بچه ما موبین ای قصی چیل دولده میره جو یکم ده ای قصی ورزشگروی بقواتن ای قچیان بچه ما میده که وی ما باوری نداشتم ما ای خرسندی گریه کرگی بودم ما خوشبخترین مادری هم دنیا هم که فرزندی من خیلی قهرمانی آسیوشی و زنگ زد گفت که مادر جان من قهرمان شدم یک کسی دیگر برای شما خبر برسم خورشید جان مادر زنگ زد که اوچه یکم جورا گرفتن خورسند شدم خوشبخترین مادری دنیا هم که من خیلی فرزند دارم و اون روز قهرمان شدی خورشید رو چگونه شما تجلیل کردی در محیط خانواده یا که در تراکونه تجلیل کردی؟ نه در محیط خانواده ما هم که خورشید جان یکم جان خورشید جان بدی ویش فقط اوقاتی بدی ای مسابقه آمدنش خوراکی سویق میخرم و فقط خامشوربو میکنیم یکم بار بعد دویم بار آش میکنیم با پخت پز میکنیم برای که هم خیلی خوراکو را دوست میدارم فرزندو میان دومادو میان نبیره ها اویلاوی دستری دسترخون میشینیم و جشن میگیریم آبروی کشور رو برداشت آبروی هم فرزندی تربیه کردگیم افتخار میکردم هم با افتخار میکردم که آبروی دولت تاجیکستان بیرق تاجیکستان رو برداشت صد بار شکرانه میکنم الله که دنیا را تنجی امونی کرده فرزندوی ما در وطنی آباد و آسایشته زندگی ما در وطنی آباد و آسایشته زندگی میکنیم که فرزندوی ما به همین مرتبه میرسن دنیا آباد
صد بار شکر من الله که دنیای او بوده که فرزندای ما به همه مرتبه میرسه. همه فرزندام در دعا میکنم که خداوند و فرزندام ای راه بد بگردون، همه وقت همه فرزندام ای راه بد بگردون، براه راست برشون میگم. فقط هم خیلی دعا میکنم چی مراد مقصدی نکه داشته باشم به مراد مقصدی نک شب رسون فرزندوم همه فرزندوم برای کنگوری همه سفرشون باشه. خداوند میگم همه وقت به سیمای سمایی مادری من، به رسم روشنایی مادری من، جوانی را برای خواهرم داد به تقدیر خدایی مادری من، دعا گوید که یابم عمر دیگر چو سینای و سنایی مادری من، حدیث دوستی خواند به گوشم زی جامی و نوایی مادری من، برای آن که دنیا را شناسم کند صبر جدایی مادری من. پای موازی تیور می شود تو پای تاوکی نکه او جوش آمده نخته می دوزیم، نختی جوش آمده پختگی را می دوزیم، زیربکش تیور شده گیه. تو پای بریدگیم نده او جوش اومدگی می اندازیم، پنج دقیقه می جوشه بلی پنج دقیقه تیور می شود. در جوی جوش مدستگیش توپاها را می مونیم که تیز بجوشه پزه. ما در درونی این وقتی که او جوش اومد قریبی پختن اومده کبوتی می دوزیم، پودینه و ریحان، ریحان ققشیدگی می دوزیم، اسپالوغ می دوزیم برای که میوه و چیزی علف بهاره با مزه می شود، همش ویتامین دورانیو. در درنی اوج شومدگی نخ دوختگیم، نا پودینای ساز، پودینای بهوری، اسپالوغ دوختگیم، نا اوزی توپارا می دوزیم، با وجود زیربکش جیدوگو نپختگیه. در زیربکش پیاز، گوشت، کرچکا، سبزی، پامیدور. وقتی که توپارا در درنی دیگ دوختن گرفتی، با قاشق میکوی که نچسبه. یک پیاله اوی خنک میریزیش که نچسبه. اوی خنک اگر در درونی توپوها ریختی نمیچسبه باید دیگریش. توپوها خیلی جدو جدو میویم. زیربکش در گوشت میاندازیم. پیاز، کرتشکه، سوزی، پامیدور. روغن در بیریون میکنیم همشه. زیربکش تیار میشه و تیار شد. اوشت پایمو، اوشت تاوقی. اوشی تپا می جوزش گرمه، اوشی بوریگ می جوزش خنکه. زیربکی کردگی مونه بلوی اوشی تپا می مونه. سالاتی کردگیم نه بلوی زیربگ میریزیم. می
گوشت پایمو تیار شد. گوشت پایمو نتیار شد. بیم کنیم. بسم الله. ما نیز همین لحظه بسیار فرح بخش رو انتظار بودیم. و واقعا دوستانی عزیز یک خوراکی به حد اشتیاق آور و لذت از نمودش میتابد و ما باید که پیش از همه هیچ کار نکرده این خوراک رو بچشیم. همین طور نه؟ البته. برای ما گیرد اگر بیمار باشد میچشیم. از شما شروع بکنیم. یعنی این همون آشی توپه است ها؟ آشی توپه توقی. در چند دقیقه آماده شد؟ یک ساعت زیربک از اول توخی یک ساعت؟ از اول توخی یک ساعت. تو زیربک و اینو؟ تو زیربک. بخدون بسیار بمزه، بسیار بلذت، به تعریف. امروز در روزی جشنتان با کلی مادران تاجیکستان چه گفتن میکنید؟ من با کلی مادران تاجیکستان فرزندانشون خودشون سلامت باشن. هم اساسش سلامتی، خوشبختی دردی سری فرزندامون ما زنها نبینیم. همه وقت فرزندامون تنصیحت باشن، همه وقت سربلند باشن. من میخواهم که همه فرزندای دنیا رنگ همین فرزندی من مادرها همه وقت سربلند باشن. خدا کنه که همین طور باشد و ما هم در گفته های این مادر عزیز و مهربان همراه شده میگیم که بگذار همیشه مادران سربلند، پیروز، خوشبخت، تنصیحت باشن و هیچگاه دردی سرشان رو ما نبینیم و دردی سر فرزندان رو مادران نبینن. این برنامه مادر قهرمان پرور است و ما در ادامه باز با چند تن از مادران قهرمان، مادران خوشبخت این زمان صحبت کردیم که اون رو منظور شما خواهیم کرد و این لحظه ما با مادر خوشتوری بفت قهرمان آسیا آید و بدنسازی خاله پری ماه صحبت داشتیم و سری همین خوراک، سری همین طبق بسیار لذیذ خوراک ملی یعنی آشی توپه صحبت امروزای ما انجام می‌یابد و ادامه برنامه با صحبت دیگر مادران منظور شما است. باری از مادرم پرسیدم مادر سیاهی مویت کجا شد؟ گفت به شبها دادم. مادر حسنی نکویت کو؟ گفت به دنیا دادم. گفتم مادر خسته شدی؟ جوابم داد هرگز. شبها به من صبح جاویدان دنیای امیدم داد که آن فرزند من است. قرض ما را نزد مادر کجا اتمام بوده از او عمر قرض داریم. قرضدار روزهای نیک، زندگی خوب، قرضدار کلید بخت که برای ما گم کرده است، قرضدار محبت و امید. دوستان گرامی، این ادامه برنامه ایدونه مادر قهرمان پرور است و عین حال ما در خانواده کومیلا رستم و یعنی مادر قهرمان جهان اوید به کمونوری زیبونیسا رستم و قرار داریم. هرچند کومیلا رستم و در سن 90 سالگی قرار دارند و عین حال در بستر بیماری هستند، ولی ما امروز نخواستیم که این برنامه به شرکت آنها بگذرد و عین حال ما در خانواده همین شخصیت، همین مادر خوشبخت حضور داریم. ازشون سوال میکنیم که از اون روزایی که زبونیسا رستم و یعنی فرزندشون قهرمان شدند چه خاطره ها دارند و در این سن و سال از اون زمان چی رو به یاد آورده میتوانند. بسیار مندار بیان میکنم که همه خیلی دختر قهرمان دختر دارم به تمام جهان. تاجیکستان گل گل شکفته ما را
به همه جا معلوم کرد. معلوم کرد. خیر از این من بازم می ندارم که شاگردان من همیشه آمده خبر گرفته دیده می روان. برای همین هم بسیار خوشحالی خودم را بیان نبوده با همه بایخ ها سلامتی، عمر دراز، کارهای نخترین و فرزندهای رسپلیکی خودم و نو جوان، نو پیدا شدگی همین با بهترین به همه جا معلوم کنند. خب برای مادران چی گفته میتونید؟ برای مادرانی که امروز فرزندان رو تربیت میکنند؟ مادرانی که حاضر همیشه با هستن و در تمام جا خدمت کرده، کار کرده گشتین، همه همین های من تبریک و مبارکبار نمودم. بابای خود سلامتی، همیشه سلامت باشن. هر یک مادر میخواهد که فرزندش تربیه نداشته همه همینه با دیگر مادرها، با دیگر دخترها، با دیگر نوره ایوره ها نمونه شود که آینده و وای ها اهمین عبرت گرفته تاجیکستان گل گل شکفته استادگی ما را باز هم بهتر نقصتر نشان دیم. فراموش نمکنم من وقت جنگ هیچ وقت همین جنگ سری ما به نبیاد دیگر. تمام همشه ما زیر کرده گرفتیم تاجیکستان گل گل شکفته استادگی و با یاری پریزیدنت ما و دیگر باقیمانده همه کارگرهای وایخا یاری عمل رسانن. آمین. الهی مکن همه زنها، دخترها همه شان کارشان پیش برود، مشکلشان آسان شود، کارهای بهترین وایخا تمامی جهان با پنج شود و اهمین دخترهای نیوره ایوره های ما عبرت گیرند. سلامت باشید، رحمت برای صحبتتون، تشکر. دوستان عزیز، یادآور میشویم که ما در صحبت کمیلا رستم و مادر 90 ساله یعنی مادر زبونیسا رستم و شرکت داشتیم و تا جایی توانستیم از ایشان برای شما تمنیات گرفته باشیم و ما هم با سخنان ایشان همراه شده میگویم که بگذار در خانواده هر کدام شما صلح و ثبات، آزادی و آبادی همیشه پاینده باشد. برنامه را با صحبت دیگر مادران ادامه میبخشیم و ما را همراه باشید. آنکه بحری او تو شیرین و عسل، گر کسل گردی شود او هم کسل. آن که بحری تو نترسد از اجل، مادر است و مادر است و مادر است. آن که او عمر دعاگوی تو است، در خیالش دیدن روی تو است، صدقه چشمان و ابروی تو است، مادر است و مادر است و مادر است. فعلا ما در خانواده یکی از خانم‌های بسیار مشهور کشور یعنی جایزه‌دار بازی‌های المپیک 2012 موزونه چوری و قرار داریم و با مادر ایشان و هم خود او هم صحبت خواهیم شد. خب تشکر که ما رو این لحظه قبول کردید و پذیرفتید، دعوتی ما رو رد نکردید. وقتی موزونه فرزند شما از بازی‌های المپیک با مدال برنجی به وطن برگشت، اون زمان چی هوا و هوس داشتید و خورسنده شما تا کدام حد و اندازه بود؟ خیلی هم خورسندم که فرزندم موزونه بانو در المپیاده 2012 سزاوار مدال برنجی گردید. خیلی هم خورسندم. این روزا روزای فراموش نشونده است. روزایی است که همه وقت در خاطر ما مادرها نقش میبندد.
روزای خیلی هم خورشان. حق و همسایه ها در برای پیروزی فرزند شما چی نظر داشتند؟ چی میگفتند؟ در حقیقت وقتی که موزون بانو در المپیاد صدور مدال برنزی گشت و موزون بانو رو ما پیشواز بودیم، از خورسندی در حقیقت هشت بود، هشت شادی بود. من که در شهر کلوب زندگی میکنم، موزون بانو در شهر کلوب به دنیا اومده است. برای این فرزندی ما، نه اینکه خانواده ما، نه اینکه اویله ما میفخرند، ما نمیفخریم، خورسندم. بلکه همه همسویه و شرمندان کلوب هم به ما رحمت میگوید و اون کسا هم خیلی هم خورسندند. موزون بانو بعد المپیاد بعدا با ورزش مشغول شد. بعد از دیگه شروع به مدال برگشت، ما به حد خورسند شدیم، دستگیری کردیم. بعدا فرزند موزون بانو بی بی اوسیه به دنیا اومد. اون موزونه وقتی شما در بازی‌های المپی اشتراک کردید با مدال برنزی مقام سوم به وطن برگشتید، تا بازی‌های المپی چی مشکلی چی مشقت بود؟ فقط خودی شما میدونید و خلاص. خوب تو انتخاب تو اشتراک در بازی‌های المپی قصه میکردید. ما تربیه از اویله میگیریم، لیکن ما دیگیم تربیه از این تولوری ورزشی میگیریم. ولیکن در مبین سرخو آدم ها یک دو ورزشگر میتوند صاحب کلاهای بلند شود. این ورزشگر هایی هستن که در خودشان یا نقشه میبونن یا مقصد میبونن که تا امروز رسن. خیلی از کودکی خیلی با کدام مقصدی هم من از کودکی وقتی سیم دختر خونه بودم پدرم خیلی دوست می داشت که صاحب پسر شود، ولیکن با مثل امروز که ما پسر داریم، ولیکن پدرم با مثل پسر مرا کردن کرد و چی دستاوردهای دارم و چی با کدام کله های رسیدم، این همش برای پدر است، برای آرزوی این کس بود و امروز که اون کس نیست، اون چیز من امروز رحمت میگویم که اون کس ما رو به ورزش آورد و من در سوای ورزش مشق کردم. کی میدونه اگر من در ورزش مشق نمیکردم، امروز صاحب اویله میشدم و یگان نام خود رو و آن نامی که نیک بر من پدر داد، امروز که من رحمت میگویم که در یک جو مرا با مثل موضوع چوریه با میشناسم. اگر این سوای ورزش رو من انتخاب نمیکردم، ممکن مرا به غرض از اویله خودم و کوچه خودم یکم کس نمیشنم. و امروز که من ورزشگر هستم، از سال 1999 در یکمین باری که من در سوای بوکس برآمد کردم در وزن 23 کیلو که افتخارنامه در من است. و در اون سال ها ما با پسران قوه آزمایی میبخشیدیم و امروز امکانیت هست، این شرایطی که محترم جناب عالی برای ما ورزشگران دختران کرده است، باید ما همه وقت رحمت بگوییم و کوشش کنیم که یک زن باشیم که مقام ما در این جامعه و در اون اویله که ما زندگی میکنیم باید نام نیک باشن. برای همین وقتی که خور بودم با پسرم مشق میکردم و امروز که یک با من موزونه چوری و یک استادی درجه بین‌المللی هستم، امروز امکانیت شد که بسیار آن مکتبی که بوکسی که من گذاشتم از خردسالی توانستم در بوکس های جوانی نشون بدم. مشکلات در اون بود که در اون وقتا فدراسیون کار نمیکردم، فدراسیون سودیوی که ما ندادوارو نداشتیم که مدام مشکلی بود و امروز امکانیت شده است که با هر یه مسابقه که مسافر میکنیم با ما فدراسیون کار میکنن و دوارو کار میکنن که در اونجا برای ما امکانیتی شود که بسیار رقابت های ما میشود که ما نمیتونیم، ما غالب میبرویم ولیکن نمیتونیم جایی نمایه رو اشغال کنیم. در تربیه شما مادر تا کجا سهم دارن و امروز از اونها تا کجا مینتدار هستید، تا کجا ایثار سپاس میگوید که شما رو تربیت کرد و زید نبر اومد که شما به همین راه روید، یعنی به جدای بوکس؟ رسیگم اگر ما صدها سال سخن گویم با یک روزه اومد مادر نمیرسیم، ولیکن یک چیز رو اگر ما فکر کنیم، وقتی که فرزند رو به امتحان روان میکنیم تا از امتحان بر اومده صد بار مادر فکر میکنه، ولیکن یک بار ما نظر به قفا کنیم که ما صدها دولت ها سفر میکنیم، ولیکن مادرای ما با چی
ормону ба чи натиҷо интизор мешава ки фарзанди ва ё сият саломат расида бошад. Иштирок ин рафтан ин мушкил аст барои модар. Барои ман раҳмат ба модар мегӯям ки ин варзиши сангини ки ман интихоб кардам зидди ин варзиши сангин набаромад, суханои падарро рад накард. То ба имрӯз ин кас модари азизи ман ҳама вақт дастгирӣ мекунад ки баҳри ватан бояд ман хизмат кунам. Мегӯяд садҳо модарҳо ин чизро мехоҳанд, вале ки фарзандои ва ё кӯшиш то охира намекунанд. Барои имконият ту дорӣ кӯшиш ки то рӯзе ҳасти варзишгарое ҳаст ки мехоҳанд берун аз тоҷикистон худашонро нишон диҳанд. Валекин модари ман ҳама вақт мегӯяд ки зебо бош, хушрӯ бош, духтари тоҷик бош. Барои ҳамин чизе мекунӣ намекунӣ, барои номи тоҷикистон кӯ, барои миллати тоҷикистон кӯ. Баъд аз 2012 модари ман яке аз беҳтарину модарохушбахттарин модар аст ки фарзанди яке аз дар варзиш ин як чизе аст ки имконият метиҳад на танҳо дохили тоҷикистон, берун аз тоҷикистон туро ҳама мешиносад. Барои ҳамин ин як ман вақти варзишгар будам қамият намедодам ки дастоварди ман чақа калон аст ва имрӯз ки аз варзиш дур шидам меистам морибаҳои худро нигоҳ мекунам то чӣ дараҷа мо аз ҳама ҷони худро сарф мекардем ки ғолиби чемпионати Осиё шавем, бозиҳои олимпӣ шавем, чемпионатҳои ҷаҳон шавем. Хуб, мавзуна шумо ки имрӯз модар ҳастед ва ҳам як духтарчаи зеборо тарбият мекунед, хуб ӯро ҳам варзишгар мекунед ва ё ки худаш чизе ки мехоҳад, дилаш чизе ки мехоҳад? Он тарбияе ки ман дар оилаи худам калон ёфтам, имрӯз ин тарбияро ман ба фарзанди худам медиҳам ва дар оянда ки будани вайро худаш интихоб мекунад. Аз мо тарбияи хуб аст, аз мо раи росро нишон додани фарзанд аст. Ин чизро ман ҳар рӯза нишон медиҳам ва дар оянда ки будани инро худаш интихоб кунад. Варзишгар аст, дигар соҳаст, духтур аст, ин ҳамаш вобаста аст худаш. Барое ки падару модари мо сари раҳи маро нагирифт ки ман чиро интихоб мекунам. Ман кӯшиш мекунам фарзанди мани озод бошад. Мавзу набону ки худаш модар аст, хеле он зиндагии хуб дорад, дар зиндагӣ модари меҳрубон аст. فرزندی دوسری یکش رو خیلی تربیه نقد میدید. من امروز خرسندم که زندگی موضوع نبانو خوب است. اویله خوب دست، زندگی خوب داره، فرزندی خوب داره. خیلی هم شدم، خیلی هم خرسندم. و امروز هده بی بی هم نوستای خوب دارم. خوب میگفتید که مادر یک ورزشکار بانو بودن مشکل نیست و یا برعکس موفقیت و هم افتخاری بزرگ است. در حقیقت دشوار است برای اون مادر که فرزندش ورزشگر است اون رو در چخیل بیم در عین بوکس در رینگ میبیند چخیل قیم نیست های هر گویه که موضوعنا با بوکس میبروید دلی مادر خون میشود خیلی هم قیم است هرچی قدر حرکت میکنیم و با موضوعنا بانو میگویم که موضوعنا جان در حقیقت این هنر شما است، این مثال انتخاب شما است چقدر پیشروی کردن در کورت با دستگیری میکردیم با اون کس. موضوعنا امروز برای شما روزی خوشبختی است چون هم هشتمی مرد روزی ایدی مادران و هم در امروز بی بی شما مولود داشتند. تمنیات شما هم برای مادران و هم برای بی بیاتون. در عرفه جشن عید مادران پیش از همه مادر خودم رو تبریک میگویم و بی بی عزیزم رو که امروز زاد روز دارد و برای به همه مردم تاجیک زن مادر دختر تاجیک این روز رو تبریک میگویم صحت و سلامت باشن پیش از همه خنده در لبان کسا باشد تمنیات شما برای مادران تاجیک چگونه است امروز من همچون مادر برای همه مادران تاجیکستان برای هشتمین مرد از صمیم قلب مادری خودم تهنیت گفتم بگذار مادران خرسند باشند در وطن تنج و آرام زندگی نغز عمر بسر برند بعضا اینکه مادری من خودم روزی زود روزش با روزی هشتمین مرد موفق آمده است با این روزی هشتمین مرد موفق آمده است از صمیم قلب خودم با مادر خودم تبریک گفتم مادرم رو اما وقت در چشمونم خرسند بینم بگذار که مادر خرسند باشد و تن تنج و آرام در زندگی نغز عمر بسر برد
همه مادران تاجیکستان رو برای اشتای من تبریک میگم. مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت، یا داشت آگهی زپر و بال خیش، لیک میلی جدا شدن زمن و از پدر نداشت. در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیب من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاه جوانی و آن زمان، جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت. وقتی به یاد هدیه فتادم که مادرم، روی لبش به غیر وداع پسر نداشت. مادر فرشته بود، پری خود کشاد و رفت، از بس علاج پیش قضا و قدر نداشت. مادر فرشته بود، دقیقاً فرشته بود، حتی بدوش بال و پری هم اگر نداشت.